سلام دوستان خب تو اینجا میخوایم در خصوص تاباهای میانگینگیری با هم صحبت بکنیم میانگین اعداد یک میار هستش که به ما نشون میده تجمع اعداد تو کدوم سمت بیشترن مثلا اگر من بخوام میانگین فروش رو اینجا در اندازه گیری بکنم این عدد به من نشون میده که مقدار فروش من بیشتر تو کدوم سمت بوده یعنی مثلا الان توی دو سال من حدوداً چه مقدار در کل فروش داشتم جمعشو نمیگه به طور میانگین مثلا میگه تو هر مشتری که اومده چقدر فروش یا خرید داشته تو کل این مشتری های من پس میانگین داره یک عدد مناسبی رو باسه این که بدونیم تجمع اعداد کجا هستن رو برای گزارش دهی به من نشون میده و اینجا میانگین کل به من داره میگه که آقا مشتری من هر مشتری فرقی نداره A باشه B باشه تو چه ماهی باشه وقتی که وارد و سرم مغازه من میشه به طور میانگین اینقدر خرید انجام میده خب این تعریف خود میانگین هستش میانگین رو ما با توی با فرمول اوریج اندازه گیری به دست میاریم میانگین رو ما توی اکسل با از طریق فرمول افریج به دست میاریم و فقط کافی اون رنج از اعدادمون رو به این تابه بدیم مثلا من اینجا الان کل ستون دی رو انتخاب کردم و گفتم تمامی اعدادی که تو ستون دی هست رو میانگینش رو بگیر این تابه میاد چیکار میکنه؟ تابه فقط اعداد رو در نظر میگیره میاد مجموعه کل اعداد رو میگیره تمام اینجا تمام ستون رو میگیره اونایی که عدد دارن یعنی الان اینی که صفر رو دیگه یا خالی است رو در نظر نمیگیره فقط اونایی که عدد دارن یعنی این قسمت رو میاد جمع میکنه تقسیم بر تعداد اعداد میکنه فرمول ساده میانگین است یعنی جمع کل تقسیم بر تعداد که بهش میگن میانگین حسابی اگر ما بیایم تو قسمت فرمول ها تو قسمت آمار ها توی اوریج میبینیم که اینجا به ما داره میگه که میانگین آرچمتیک یا حسابی همون میانگین حسابی رو به ما داره برمیگردونه خب این تابه تابه بسیار ساده ای است الان فرقی نداره که من اینجا کل دی رو بذاشتم یا یعنی اینکه اینجا فقط اون قسمتی که عدد دارم رو انتخاب میکردم تفاوتی نداشت اما وقتی که مثلا من اینجا کل دی رو انتخاب میکنم و داشته باشم اینجا و یه عدد دیگه اینجا اضافه بشه این رو هم توی میانگین من حساب میکنه و در نظر میگیره و اگر پاکش کنم از میانگین حذفش میکنم خب این میشه میانگین اوریج تابع اوریج ما میانگین های دیگه هم داریم اگر اینجا مساوی اوریج بزنیم ای وی جی بزنیم میبینیم که تابع این اوریج نیستا این در واقع میانگین قدر مطلق اختلاف اعداد از میانگین کل هستش که یک آماره حالا برود به کارهای آماری است اما این اوریج اون چیزی است که ما استفاده کردیم یه اوریج A دیگه ای وجود داره که میاد میگه آقا من تو اینجا فقط اعداد رو در نظر نمیگیرم اگر من کل این دی رو انتخاب بکنم و بعد اینتر بکنم تو اینجا میبینیم یه عدد خاصی رو واسه من داره نشون میده که داره اینها یعنی این عدد تکس رو به عنوان فالز در نظر میگیره اینا رو به عنوان صفر در نظر میگیره و همه اینا رو میاره تو حساب میانگین و گنجایش قرار و خب اینجا به کار ما نمیاد ما خوبه که وقتی استفاده میکنیم از اوریج استفاده کنیم average ای واسه مواردی هستش که حالا من ترو فالز دارم و میخوام اونا رو هم در نظر بگیرم چند نوع دیگه از میانگین وجود داره که اگر ما بیایم توی قسمت استاتستیکس میایم اینجا و میتونیم اونا رو ببینیم توی قسمت مثلا یکیش جیومین هستش که میانگین هندسی رو حساب میکنه این باسه مواقعی هست که من میخوام میانگین نرخ رشد رو حساب بکنم اینجا کاربرد داره یا یکی دیگه هارمین هستش که میانگین هارمونیک هست که باسه اعدادی استفاده میشه که نسبی، نسبتی هستند و از نسبت دو عدد متفاوت به دست میان که اینا هم حالا باسه در واقع آماردان ها استفاده میشه ما بیشتر با سرم باسه همون میانگین حسابی رو حساب میکنیم یکی دیگه از موارد میانگین هایی که خیلی کاربرد داره تریمد مین هستش که اگر من بیام قسمت اینجا تی آر این رو بخوام حساب بکنم اگر بخوام قسمت ستون این قسمت داده هام رو در نظر بگیرم این میانگین میگه آقا شما بازت رو به من بده من بر اساس چند درصد یعنی اینجا میگه چه درصد از اعداد رو جدا کنم از اعدادم در واقع میاد اون اعداد دور رو میاد جدا میکنه و میانگین داخلی رو حساب میکنه باسه مواقعی هستش که شاید مثلا من نوسان زیاد دارم دو سه تا عدد هستم مثلا یه نفر اومده خیلی وضع مالیش خوب بوده بعد از مثلا توی سال شاید یه بار بیادش ولی یه میلیارد خرید کرده من اون رو نمیخوام جدا کنم اون دور افتاده هستش اون رو بخوام جدا بکنم و میانگین در واقع اکثریت افراد رو بگیرم میام از این تریمین استفاده میکنم که در واقع اینا رو جدا میکنه که مثلا من اینجا میتونم بگم 25 درصدشون رو بریز دور و اون اعداد دور ای که بالاتر 25 درصد از اعداد دور ای که بالاتر یا تر از جمع دادا هستن تو 25 درصد بالایی و 25 درصد پایینی هستن رو بریز دور و میانگین رو بر اساس اون بگیر که مقدارش هم میبینین یه مقدار متفاوت هستش من اینجا حالا رشیارش رو کم کنم میان میگه اگر دور افتادا رو بریزی دور اون افرادی که خاص هستن 25 درصد بالایی و 25 درصد پایینی رو بریزید دور 50 درصدی که واقعا تمرکز اعداد اونجا هست رو بخوایم میانگینش رو بگیری این عدد هستش که اینم خب خیلی استفاده میشه اگر بخوایم واسه جاهایی که اعداد دور افتاده دارن اونا رو بریزیم دور و اعدادی که جمع در واقع میانگین اعداد بگیریم که تجمع اعداد اونجا بیشتر هستن خب این میشه انواع میانگین ما دو نوع دیگه میانگین داریم که خیلی کار بردین اوریج ایف و average ifs هستش average if زیر مجموعی از این average ifs هستش چی کار میکنه؟ میاد میگه بر اساس یک شرط من میام میانگین میگیرم یه رنجی از, از شما میگیره یه جایی ازتون میگیره و یه کرایتریاری ازت میگیره یه شرط رو میگیره میاد مثلا اینجا من ستون سی رو قرار دادم گفتم هر جا ستون سی دیدی اون مقدار برابر نام مشتری بوده که تو F7 هستش تو F7 هستش که A باشه برابر با این F7 بود برابر با مشتری A بود اون وقت تو رنج اوریج من که آرگومنت آخره هست ستون D هست میانگین رو بگیر یعنی چی کار میکنه؟ یعنی میاد فیلتر انگار میکنه اینا رو میاد جدا میکنه همه اینا رو که A هستن رو پیدا میکنه واسه اون تو اینجا و میانگین این اعداد رو فقط میگیره که جدا کرده و همین کار رو واسه بقیه انجام میده این بر اساس یک شرط هستش و الان من از طریق این تونستم میانگین افراد رو حساب بکنم یعنی مثلا مشتری خاص دارم که هر دفعه میان خرید میکنم میخوام ببینم این مشتری خاص من به طور میانگین چقدر خرید میکنه و اینجا میتونم از طریق گزارش خوبی رو تهیه کنم تابه کلی ترش اوریج ایفس هستش یعنی چندین شرط میتونم داشته باشم اینجا اگر توجه کنی من اومدم ستون D رو به عنوان Average رنج هم قرار دادن توجه کنه Average رنج جایی که میخواد میانگین رو روش حساب بکنه اولین ورودی میشه فرقش با Average ایف این هستش یعنی اولین ورودی است میاد میگه تو اینجا میخوای میانگین رو حساب کنی حالا شرطات چیه شرط من اینه که توی ستون A شرط اول من تو ستون A برابر باشه با آی چهار آیا چهار چی هستش اینجا 1397 هست یعنی شرط اول من این هستش که تو سال 1397 باشه و شرط دوم من این هستش که تو ستون B برابر با J4 باشه که ماه هستش یعنی اونایی که تو سال مثلا 1397 هستن شرط اول من سال 1397 و اونایی که تو ماه ده هستن میانگین اونا رو فقط بگیر و یه شرط دیگه هم اضافه کردم اینجا که ستون C اونایی که برابر هستن با مقدار کاسه که کاسه A هستش یعنی مشتری A یعنی چی کار میاد میکنه؟ یعنی میاد میگه اونایی که توی رنج اولی 1397 هستن اینا رو یه ست فیلتر میکنه بعد میاد میگه اونایی که تو, سا... تو ماه ده هستن بر اساس شرط دوم من تو ماه ده هستن رو جدا میکنه و بعد میگه تو اینا کدومش A ای هستش که فقط هم این یه دونه هستش میاد میانگین این یه دونه رو حساب میکنه میانگین یه دونه هم میشه خودش تقسیم بر یک که میشه مقدار خودش که اگر توجه کنی مقدار خودش رو به دست آورده حالا اینجا من دلارایی که گذاشتم مطلق کردم که راحت بتونم این رو بکشم به این سمت و بعد بکشم پایین اینجا مثلا اگر این رو بخوایم ببینیم چطور حساب کرده اومده گفته اونایی که ناکنین شرط اول من ستون دی من که واسه میانگینگیری گیره ستون A من برابر باشه با سال 1397 ستون یعنی اینجا ستون B من باشه برابر با ماه 11 و ستون C من برابر باشه با مشتری B یعنی سال 1397 تا جدا بعد میشه ماههای 11 ماه 11 یه دونه اینجا داریم یه دونه هم اینجا داریم و بعد اونی که بی هستش فقط حالا میتونم چند تا بی داشته باشم اینجا من دو تا بی دارم یه دونه اینجا بی دارم و یه دونه اینجا بی دارم دیگه بی ندارم اینجا که هم 1397 باشه هم ماه 11 و هم مشتری بی پس اومده جمع کرده این دوتا رو تقسیم بر دو کرده که مقدارش رو اینجا حساب کرد و گذاشته یه سری های میبینی اینجا ارور داره این ارور ها چی هستش؟ میگه divided by zero یعنی تقسیم شده بر زیرو یعنی من اینجا واسه سال مثلا 1397 ماه ده مشتری سی هیچی نداشتم که بخوام میانگینش رو بگیرم شده صفر تقسیم بر صفر در واقع و به خاطر همین به من ارور داره نشون میده ارور تقسیم بر صفر رو داره نشون میده اگر بخواین این ارور رو نبی... نبینین نبینین چیکار میتونیم بکنیم میتونیم ترکیب کنیم با ایف ارور این فرمولتون رو و بگین اگر ارور داد مثلا امتی بذاره که این اف ارور رو من توی جلسات قبل براتون توضیح داده بودم خب من این الان ایف ارور رو هس... اضافه کردم یه دونه میکشم تا راست و یه دونه میکشم تا پایین و به جای این ارورها من خالی رو دارم نمایش میدم این دابل کوتیشن خالی هستش و دیگه اون ارورها رو نمیبینم ولی خب اگر خواستیم ببینیم کجاها اصلا وجود نداره میتونم به جای مثلا خالی هم صفر بذارم عدد صفر به من اینطوری نشون میده که من هیچی اینجا فروش نداشتم و به خدای همین میانگینش صفر هستش شاید بهتر از خالی باشه هر چی که بخواین رو میتونید بزنین خب این میشه در واقع انواع تابهای میانگینگیری که توی گزارش ها خیلی کاربرد دارن و تو کارهای آماری خیلی به کمک ما میاد ممنونم از توجهی که داشتین تا دا جلسه بعد خدا نگهدار برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com کانال یوتیوب ltd و کانال تلگرام ltd مراجعه بکنید